Ali, bi ya. Ya dakika bi ya Ali. Ali, ببین. با تفنگ من چی کار کردی؟ پیش من نیست. علی، ببین. اون تفنگ منه. به اسم من ثبت شده. اگه با اون تفنگ یه غلطی کرده باشی، تفنگو چی کار کردی؟ گفتم که داداش، پیشم نیست. ولی خونم نیست. نه. من برداشتم. خدایا کمکم کن. علی چی کار کردی؟ داداش من 100 بار بهش هشدار دادم. 100 بار. به کی؟ به جمیله. جمیله؟ داداش علی، تو اینجا چی کار میکنی؟ باید بری پیش کارولین. وای کمار، ولش کن دیگه. تو هم الان توی این موقعیت وقت پیدا کردی برای حرف زدن؟ خب برای رقصیدن با من منتظری از رئیس جمهور اجازه بگیری کمال خان؟ من یکم دیگه میام. اومدم وسط رقصتون. من معذرت میخوام، خوشبختیتون رو از دور نگاه میکردم. زوجی مثل شما که اینقدر به هم بیان خیلی کم پیدا میشه. از صمیم دل بهتون تبریک میگم. ممنونم، ولی شما رو به جا نیاوردم. آره اشتباه من بود، خودم رو بهتون معرفی نکردم. شما منو ببخشید. من یکی از نزدیکان کارولینم. یه فامیل دور. تو که گفتی فامیلاتو دعوت نکردی؟ آره کارولین منو دعوت نکرد. من تصادفی فهمیدم. چطور فهمیدنم مهم نیست، بعدا در موردش حرف میزنیم. کارولین این شکلیه، خیلی مغرور و خود ساخته است. البته شایدم این درسته، آدم باید این شکلی باشه. من که نمیدونم، شاید شما هم به همین دلیل عاشق کارولین شدیم. عاشقین مگه نه؟ از نگاهتون کاملا معلومه. خیلی دلمون برات تنگ شده بود کارولین، مخصوصا خاله. میدونین من شوهر خاله کارولینم. شوهر خالش؟ چقدر خوب ترکی حرف میزنی. خب آره، چون اهل گرجستانم. واقعا؟ سالها تو استانبول موندم، دانشگاه رفتم، چند سالم کار کردم، بعدم رفتیم اروپا، کشورهای مختلف رو گشتم. بعدم با خاله کارولین آشنا شدم، بعدش هم تو هلند موندم. راستش کارولین زبان ترکی رو پیش من یاد گرفت، البته قسمت های خوبش رو یادش دادم. خیلی تعجب کردم، از آشنایتون خوشحالم. خب آقا داماد، میخواستم ازتون درخواست کنم که اگه بشه با عروس خانم برخصم. خواهش میکنم، بفرمایید. اینجا چی کار میکنی؟ خوب کاری کردی که از فامیلات هیچ کسی رو دعوت نکردی، آفرین. ولی من اومدم، ما هم با هم فامیلیم دیگه، مگه نه؟ اینجا چی کار میکنی؟ اینجوری نمیشه، عصبانیت به تو نمیاد. امروز روز خوشبختی توه، بخند. زودتر از اینجا برو. همسرم کارولین، محمد خان. از آشنایتون خوشبختم. ممنونم. برخلاف میلم، به خاطر بعضی از کارهایی که دارم نمیتونم بیشتر پیشتون بمونم. امیدوارم که همیشه خوشبخت باشی. خیلی لطف دارین، امیدوارم که دوباره بینمتون. امیدوارم. راستش تو زبان ترکی یه جمله قشنگی است که فکر میکنم گفتنش الان مناسب باشه.
خدا بزرگه. درسته، به امید دیدار. خوش باشی. ممنون از لطفتون. چه آدم جالبی بود، بهم نگفته بودی همچین فامیلی داری. خب شاید، هم به نظر من که جالب نیست. شاید. خدا رو شکر. داداش ببینم جمیله خوبی؟ خیر باشه داداش، چیزی شده؟ مامان چی شده؟ چیزی نیست، میخواستم با مادرتون حرف بزنم، چیز مهمی نیست. بچه شما برین تو، سرما میخورین. خیر باشه داداش. جمیله دارم از عروسی میام، علی مثل روح شده. دیشب با هم یکم مشروب خوردیم، خوش گذروندیم. بعد من با علی رفتم خونهشون، تفنگ کمرین پیشم بود، چون مست بودم تفنگو تو خونهش جا گذاشتم. فردا صبحش بعد از اینکه از اونجا رفتم تفنگ موند خونه علی. علی تو عروسی چرت و پرت میگفت، گفت تفنگو برداشتم، گفتم کجاست، گفت نمیدونم. حالش خیلی عجیب بود. ببین این فشنگو از دستش گرفتم، مال تفنگ منه، تفنگ نیست، تیرای دیگه‌ش هم نیست. وسط حرفاش اسم تو رو آورد، به شک افتادم، اومدم تو رو ببینم. خدا رو شکر سلامتی. ولی یه سوال دیگه میمونه، علی با تفنگ چی کار کرده؟ علی با تفنگ چی کار میتونه کرده باشه؟ مامان من تشنمه. خیلی خوب جمیله، من دیگه باید برم. شبت بخیر. ماما باشه بذارم باشه. نریمان بایی چه ببینم؟ بیا نریمان، من بلد نیستم. ای بابا نریمان. مامان این وقت شب کجا میری؟ یه کاری دارم، زود برمیگردم. چه کاریه این وقت شب؟ چیز مهمی نیست. در مورد عمومه؟ نه دخترم، کشش ندین، برین بخوابین. من زود برمیگردم، نگران نباشین. صبر کن مامان، نمیذارم تنها بری، منم میام.
علی سوار شد. اینجا کجاست مامان؟ واسه چی اومدی؟ میخوام با ماهیگیر در مورد کار حرف بزنم. تو همینجا صبر کن. میخوای ماهی بفروشی دیگه؟ حالا واسه چی الان حرف بزنی؟ ساکت باش. دخالت نکن. تو منو فریب دادی. تو دروغگوی. تو اون تیر نیست. به من دروغ گفتی. منو سر کار گذاشتی. داری اشتباه میکنی. میدونی کسی که تو رو سر کار گذاشته اون من نیستم. اون خودتی. سر کارت گذاشتن؟ جمیله تو خوبی؟ خوبم خدایا شکرت. برای چی اومدی اینجا؟ علی یه تفنگش رفته. ترسیدم بلای سرت بیاره. موقع برگشتن از سر کار جلومو گرفت، ولی نترس، چیزی نشد. خدا رو شکر. تفنگ نیست، تفنگ گم شده. تفنگ دست منه. بدش به من. یالا وقت ندارم، تفنگو بده به من. میخوای چی کار کنی؟ میخوام به برادر علی پسش بدم. اون تفنگ داداش کماله. علی بیخبر از اون گرفته. باید برش گردونم، وگرنه تو درد سر میفته. تیراش کو دست منه. اونا رو هم بده. میگی چرا؟ باید ببرمش واسه برادر علی. زود باش.
زود باش بریم مته. مامان، مامان چیزی نشده مگه؟ نه نشده، نشده. چرا وایستادی نگاه میکنین؟ مامان نمیخوای بگی چی شده؟ کشش ندین، گفتم چیزی نیست، در مورد کار بود. عثمان چی کار میکنه؟ خوابیده. یه سر بهش بزنم. بخوابین، هیچی نیست، نگران نباشین. چی شده پسرم؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی، به هیچی فکر نمیکنم. خوابم میاد دیگه. شب بخیر مامان. شب بخیر.
پلین، آیلین، پلین، آیلین، آبجی پلین، آبجی پلین، آیلین، آیلین، آیلین پاشو. چی شده؟ چی شده مته؟ مامان از خونه گذشته رفته. کجا؟ با خودش تفنگ داره. گفتی تفنگ؟ از کجا آورده؟ میخواد با تفنگ چی کار کنه؟ میترسم بریم دنبالش. باید بریم دنبالش بچه ها. مته کجا داریم میریم؟ خونه بابا. بهتر پخشی ماما. ماما. کجاست ماما؟ چی کارش کردی؟ تفنگ تو کیفیه تفنگ بود، من دیدمش. چی کارش کردی مامان؟ اون تفنگ عموت بود. مامان عموم داره اونجا میرخصه. بردم خونشون، دادمش به آصفه. شما چی فکر کردی؟ ما فکر کردیم، فکر کردیم که داشتم برمیگشتم، صدای جشن و عروسی رو شنیدم، اومدم نگاه کنم. فقط نگاه میکنم. من عروسی رو دوست دارم، دوست دارم. عثمان کجاست؟ عثمان یادمون رفت. بودوی بودوی
چه عروسی قشنگ و فوق‌العاده‌ای بود. داداش علی کلی پول خرج کرده بود، مگه نه کمال؟ آره والا آره. لباس عروس کارولین چه خط قشنگ بود. سالن عروسی رو بگو مامان. اوف، همه چی فوق‌العاده بود، همه چی عالی بود. پام درد میکنه. دختر، لباس نصیبه رو دیدی چقدر مزخرف بود؟ آخه اون چه لباسی بود؟ خوش اومدین. ممنون. آصف خانوم، آه کاش تو هم می اومدی، اینقدر خوش گذشت که نگو. رقصیدیم و رقصیدیم. چی شده مامان؟ چیزی شده؟ یکم پیش جمیله اومده بود برام تعریف کرد علی چه غلطی کرده. اون عوضی حالش خوبه؟ خوبه خوبه. جمیله یه چیزی آورده بود. چی آورده؟ تو سالن کنار رادیو گذاشتم. جمیله گفت خیالت راحت باشه، چیزی نشده. خدا را هزار مرتبه شکر. آیدش کوچولو دوست و سنگ صبور من بود، رئیس قبیله بود. آیدش کوچولو و قبیلش زیر تخت من و تو قوطی اسباب بازی هم زندگی می کردم. من اون به کوه و جنگل می رفتیم و از کوه بالا می رفتیم. تو دریا شنا می کردیم. شبا منو می برد تو چادرشو کنار آتیش می شستیم. گرمای آتیش صورتمونو می سوزند. سایه همون رو چادر می افتاد و اون برای من قصه می گفت. ولی مشروب و سیگار نداشتیم، چون که بچه بودیم و اونا برای سلامتیمون خوب نبودن. آفرین آیدیش کوچولو. این خورم دلان. بیا ببینم پسر خوب. داداش کوچولوی خودمه. من بیدار شده بودم، هیچ کس خونه نه. الان اومدیم دیگه. بیا ببینم. اوه عزیز دلم، خب الان همه سربازا جنگجوها و بوزا برن بخوابن. باشه. شیطون شب بخیر. بخواب عزیزم. شب بخیر.